به نام خدا سلام بینندگان عزیز تلویزیون رسا از میزگردی دیگر در مجموعه میزگردهای نقد و نظر تلویزیون رسا در خدمت شما هستیم در این برنامه به موضوع اعتصاب قضای زندانیان سیاسی میپردازیم در این برنامه از مهمانان عزیز آقایان محمد جواد اکبرین روزنامه و دین پجوه و محمد رضا از روزنامه نگار دعوت کردیم تا در زمینه مسئله اعتصاب غذای زندانیان به نقد و نظر و گفتگو بنشینیم. گفتگو رو از آقای اکبرین آغاز می کنیم. آقای اکبرین همونطور که اطلاع دارید دوازده نفر از زندانیان سیاسی در پی شهادت مرحوم رضا حدا سابر و خانم حاله صحابی دست به اعتصاب غذا زدن. ارزیابی شما از این اقدام اعتصاب غذا چیه؟ عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز تلویزیون رسا در این چند روز دیدم که برخی از سایت ها هم این پرسش رو مطرح کردند که اعتصاب غذا چه تأثیری بر جنبش آزادی خواهی مردم ایران داره و اساسا موافقت و مخالفت جامعه رو سعی کردن تست بکنن در پاره ای از نظرخواهی ها من با این سوال اساسا مشکل دارم وقتی میپرسیم که چه تأثیری میذاره اعتصاب غذا بر جنبش و آیا باعث پیش برد اهداف جنبش میشه یا نمیشه بلافاصله این انتقاد به ذهن میرسه که مگه اصل جنبش هست که ارزش جان آدمی رو در اون اعتصاب غذا باید با جنبش آزادی خواهی مردم ایران سنجید ببینید ما در این جنبش یک پیشفرز داریم و اون این هست که جنبش یک جنبش انسانی است انسان توش اصالت داره حرکت امروز مردم ایران نباید و نمیتونه در سیر تاریخیش تکرار حرکت های ایدئولوژی که پیشین باشه اتفاقاتی که در تجربه نازیسم، فاشیزم و پاپیزم افتاد این بود که انسان ارزشش به میزان فدا شدن برای پیشوا سنجیده میشد این است که در مسئله اعتصاب قضا انسان اصالت داره و وقتی آسیب میرسه به جان انسانی که محور این جنبش و حرکت این جنبش هست فکر می کنم که بسیار دشوار است که آدم بتونه از این حرکت دفاع بکنه اگر ما مخالف خشونتیم نخستین مخالفت ما باید با خشونت با خیشتن باشه ما دو فرض داریم بالاخره در این مجال یا موافق با خشونتیم به معنای سیانت از نفس و دفاع از خیشتن یعنی میگیم اگر حکومت حمله میکنه به شهروندان معترض شهروندان حق دارن از خودشون دفاع بکنن حتی اگر منجر به خشونت بشه رسما برای دفاع از خودشون دست به خشونت متقابل بزنن یا باورمون اینه یا میگیم نخیر به هر تقدیری و به هر صورتی باید جنبش بر مدار مدارا و صلح و مسالمت آمیز بودن حرکت بکنه اگر این باور رو داریم چرا در خصوص خودمون و در خصوص زندانیامون این حرف رو نمیزنیم من تعجب میکنم از دوستانی که با خشونت آمیز شدن جنبش مخالفند اما جواز خشونت با خیشتن رو برای زندانیان ما صادر میکنند ختم میکنم پاسخ این سوال رو به این جمله از استاد شجریان که وقتی زلزله بم اتفاق افتاده بود کسی گفته بود که هزار جان فدای یک ارگ بم که میراث پیشین ایرانیان بود استاد شجریان پاسخ داد که هزار ارگ بم فدای جان یک شهروند بمی که در این زلزله در گذشت فکر میکنم تمام جنبش باید فدای جان یک خدا صابر بشه, بشه که چون این سرنوشتی براش رقم خورد آقای ازم پرنام همطور که شنیدید آقای اکبری معتقدن که اعتصاب قضا بگونه ای خشونت علیه خود محسوب میشه ارزیابی شما از اقدام زندانیان به عنوان اعتصاب غذا چیه آیا شما فکر میکنید که این اقدام میتونه در راستای منطق مبارزه مسالمت آمیز مدنی غیر خشونت آمیز باشه یا با نظر آقای اکبری موافقید که این بگونه ای خشونت علیه خود و علیه زندانی هستش و عملا با توجه به اینکه زندانی رو در معرض مرگ قرار میده به نوعی خشونت محسوب میشه من فکر می کنم که نمیشه همون جوری که نمیشه درباره بحث مقوله دفاع از خیشتن در یک جنبش اجتماعی وقتی که نظام حاکم سرکوب نامحدود رو اعمال میکنه علیه جنبش به طور مطلق اظهار نظر کرد و حکم کلی صادر کردش که هر گونه دفاع از خیشتن حتی با توسل به خشونت های موردی و محدود یک نوع اعمال خشونت هستش علیه نظام به طور قولا فکر میکنم که همین مسئله در قبال زندانیان سیاسی که هرمکنون در اعتصاب غذا هستند هم صدق میکنه اساسا من فکر میکنم که وقتی ما با پدیدهای به نام زندانی سیاسی مواجه میشیم و میبینیم که برای یک زندانی کار به اونجا میرسه که مجبور میشه برای دستجابی به یک سری مطالبات یا اعتراض به تعدادی از اعتراض به برخی اتفاقات دست به اعتصاب غذا بزنه و جان خودش رو در مرز آسیب قرار بده فکر میکنم که شرایط به نحوی شده که اساسا ما از یک ناچاری و از یک بیچارگی صحبت میکنیم زندانی که اعتصاب غذا میکنه و جان خودش رو به عنوان آخرین در واقع آخرین ودیعه ای که در نزد خودش امانت داره اون رو عرضه میکنه ال قاعده این زندانی چاره دیگه ای نداشته یا راه دیگه ای برای اعتصاب غذا پیدا نکرده من فکر میکنم که به علت این که اعتصاب غذا و اعتصاب غذای زندانیان سیاسی یا هر زندانی دیگری از موضع مظلومیت انجام میگیره و از موضع مقابله با ظلم ایجاد انجام میشه فکر میکنم که علال یک حرکت مدنی هستش و به واسطه اینکه خشونتی رو علا اینکه خودش رو در مرض آسیب قرار میده تبلیغ خشونت نیست و پیام صلح دوستی عموما اینجوری بوده که پیام صلح پیام انسانیت و پیام مهربانی و دوستی رو برای جامعه خودش برای مردم خودش یا جنبشی که اون رو نمایندگی میکنه ارسال میکنه نمیشه به این حرکت یک حرکت خشونت آمیز اطلاق کرد و, ف... و, من فکر میکنم که اعتصاب غذای زندانیان در درون زندان اون هم با نیتی به این اندازه انسانی و به این اندازه سلجویانه علال یک حرکت کاملا مدنی هست آقای اکبرین همطور که گفته شده بارها به هر حال اقدام یک زندانی به اعتصاب و غذا به نظر میرسه که یک اقدامی باشه از سر اجبار و عملا زندانی در برابر انتخاب های دیگه قرار نداره و مجبور میشه عزیزترین و محترمترین و مهمترین عنصری رو که هر انسان در اختیار داره و اون جانش هست رو در معرض خطر قرار بده و این یک انتخاب هستش و کسی اون رو مجبور نکرده و عملاً این یک ریسکی هستش که انسان با مهمترین عنصر وجودی خودش یعنی امنیت و سلامتی و جانش انجام میده وقتی که در چنین شرایطی یک فرد قرار میگیره آیا باز هم میشه اون رو یک مبارزه و یک روش خشن دونست؟ یه وقت شما میخواید درباره اعتصاب قضا صحبت کنید در جوامع توسعه یافته نگاه میکنید میگید مگه زندانیان سیاسی یا اساسا معترضان در سایر کشورها وقتی اعتراض میکنند اعتصاب قضا میکنند پاسخ میگیرند و به نتیجه میرسند چرا این تجربه رو ما در ایران اعمال نکنیم یه وقت این پرسش هست یک وقت میفرمایید که از سر بیچارگی یا به تعبیر آقای یزدانپناه مظلومیت و ناچاری این کار رو میکنند و در قبال گزینه دیگه ای قرار ندارند خب در خصوص نکته اول من بگم که ما اصلا قابل مقایسه با هیچ یک از این کشورهایی که درش اعتصاب قضا میشه و پاسخ میگیره و توجه اون دولت رو به خودش جلب میکنه نیستیم بنده به سراحت ارز کنم ما در ایران با یک دولت انسانی مواجه نیستیم ما در ایران با دولتی مواجهیم که جان انسان براش هیچ ارزشی نداره در جوامعی که به نوعی هاش اومانیستی است برای انسان حرمت قائلن حتی تحت فشار افکار عمومی و برای پیشبرد اهداف سیاسی هم که شده به حقوق بشر احترام میذارن در این کشورها بسیار خوب کسی معترض اعتصاب غذا بکنه زود هم به نتیجه میرسه چون نگران جانش میشن در ایران کی نگران جان زندانی است که اعتصاب غذا میکنه دولت قوه قضاییه کسانی که در روز روشن انسانهایی که فقط به راهپیمایی سکوت اومدن رو به خاک و خون میکشند اونها نگران جان زندانی میشن در سال 80 بنده زندان بودم آقای حسن علی نوری ها الان ایشون هستن در قم زندگی میکنن شاگرد آیت الله منتظری هستند. نه روز اعتصاب قضا کرده بود دادگاه ویژه که اون زمان حاکمش همین آقای محسنی اجایی بود که از قضا امروز ایشون دادستان کل کشوره وقتی خبر نه روز اعتصاب قضا ایشون رو شنید پیغام داد به بنده که واسطه بند و دادگاه بودن برای پیگیری مشکل آقای نوری ها خواستش هم این بود که جراحات بدنش رو که مأموران وارد کرده بودن پزشکی قانونی ثبت کنه این تنها خواسته ایشون بود که چون عملی نشد احتساب غذا کرده بود دادگاه ویژه روحانیت پیغام داد که تنها کمکی که میتونیم به ایشون بکنیم این است که اگر مرد جنازش رو به خانوادش تحویل بدیم این حرف مال سال 80 ده سال پیش این حکومت در این ده سال متوحشتر شده انسانیتر نشده اخلاقیتر نشده در نتیجه من این مقایسه رو اگر دوستان میخوان بکنن نمیپذیرم ضمن اینکه بفرمایید ناچاری و مظلومیت من فکر میکنم اساسا حرمت قائل شدن برای مظلومیت یک خرافه ذهنی ماست ببینید تفسیری که از امام حسین علیه السلام شده به عنوان امام مظلوم تفسیری ناموجهه چون ابتدا ایشون امام آزاده بود بعد امام مظلوم آزادگی امام حسین اولویت داره بر مظلومیتش آزادگی است که ارزش داره مظلومیت ارزش نداره ما امروز داریم میگیم که این اتفاق وقتی میفته تو زندان پیام مظلومیت به بیرون داده میشه ما نیاز به پیام مظلومیت امروز نداریم ما امروز اح... تنها اه... تنها ابزاری است که آقای اکبرین در اختیار یک زندانی هستش این ابزار انتخاب‌های دیگری در برابر زندانی نیست و زندانی برای اینکه فریاد خودش رو به بیرون منتقل کنه دست به این اعتصاب غذا میزنه با این شکل فریاد رسانی یک فردی که در نهایت مظلومیت قرار داره هم شما بسیار نکته خوبی رو مطرح کردید من اینجا میگم ما چرا از زندانی اعتراض انتظار داریم که پیام خودش و خواسته خودش رو اینجوری ابراز بکنه چرا به سایر عواملی که میتونه صدای زندانی رو به بیرون برسونه توجه نمی کنیم من عرض بکنم خدمت شما امروز بسیاری از اجزاء جنبش آزادی خواهی مردم ایران چون به وظیفشون عمل نمی خدا صابر دست به اعتصاب غذا می زنن. اگر ما که در بیرون زندانیم در خارج کشوریم به وظیفه خودمون درست عمل کنیم زندانی مجبور نمیشه که این کارو بکنه ما به جای تشویق زندانی به اعتصاب غذا به جای اینکه حق بدیم بهش برای اعتصاب قضا اولا باید مخالفت کنیم با اعتصاب قضاش بعد ببینیم ما چه کردیم که اون به اینجا رسیده من معتقدم بسیاری از گزینه ها امروز بهش عمل نشده و اگر عمل میشد زندانی ما مجبور نبود که دست به اعتساب قضا بزنه